Weimann, Kirk Douglas, Gertrud Lawrence و آرتور کندی در باغ وحش شیشه‌ای اثر تنسی ویلیامز. فیلم نامه از تنسی ویلیامز و پیتر برینز. هیچ‌وقت از نگهبان وایستادن خوشم نمی اومده، در هر ساعتی، ولی بیشتر از هر نگهبانی از نگهبانی سحرگاهی بدم میاد. ترجیح میدم عرشه رو بسابم، ترجیح میدم فولاد و آهن قرازه رو صیقل بدم، ولی نگهبان وای نستم. از 4 صبح شروع میشه و تا طلوع آفتاب طول میکشه. اینها ساعتی هستن که یه مرد تنها فرصت داره خاطرات گذشته خودش رو برم بزن. آره درسته، به یاد بیاره، یاد بیار مکان و اشخاص خاصی. من این شهر رو به خاطر میارم، یه شهر بزرگ در غرب میانه و محله های وسط این شهر. یادم میاد چطور آفتاب صبح زود به زور خودش رو به خیابونای شهر تحمیل میکرد. کوچه ای رو به یاد میارم که صبحها زندگی با بی‌رغبتی در اون شروع میشد. پشت ساختمونی رو به یاد میارم که پوشیده بود از پله های مشبک آهنی به اسم پله فرامون، دیوارهای آجوری کثیف که زندگی‌های فلاکتبار درون اتاق‌ها رو مخفی می‌کرد. مادر 2 پرده سفید توریدار پشت پنجره اتاق‌ها آویزون کرده بود، انگار می‌خواست واقعیت‌های نازیبای دنیا و شهر و محلی رو که درش زندگی می‌کنیم از نظر ما مخفی نگه داره. پشت اون پرده‌ها محل زندگی ما بود، آپارتمان F طبقه 2 جنوبی. صبح ها وقتی از خواب بیدار می شدم، اولین چیزی که نظرم رو جلب می کرد کلکسیون شیشه‌ای خواهرم، حیوانات شیشه‌ای کوچک که مثل خود لورا شکننده بودن. آره، در ضمن لبخند همیشه حاضر پدرم هم بود، یک کارمند شرکت تلفن که عاشق راه دور شد. آخرین خبری که ازش داشتیم یک کارت پستال بود با 2 کلمه: سلام، خدا حافظ، و بدون آدرس. من زندگی و انتظار خودمونو اینطور به یاد میارم. تام، ساعت 7 گذشته. بلند شید و بدرخشید. پا میشم ولی نمیرخشم. تام، از مادر معذرت بخوا. برای چی؟ دیشب وقتی اونطور سرش فریاد کشیدی خیلی از دستت عصبانی شد. اون داد کشید. به هر حال یه نفر داد کشید، اگه ازش معذرت بخوای اون دوباره باهات حرف میزنه. یعنی حرف نزدنش هم مهمه؟ خواهش میکنم تام. خیلی خوب بهش میگم متاسفم، میگم متاسفم که زنده است. لارا، بهت نگفته بودم بری لبنیاتی کمی کره بگیری؟ چرا مادر؟ میخوای لباس بپوشم خودم برم بگیرم؟ نه مادر، کره بود دیگه. چی؟ هیچی، فقط کره. بگو بذاره به حسابمون. وقتی نصریه میخوام آقای شولتز جور عجیبی نگام میکنه. من از خیلی چیزا ناراحت میشم، ولی اخم کردن آقای شولتز برام مهم نیست. عزیزم، خیابون میری مثل خانوما باش، ما نباید مثل همسایه هامون باشیم. شلخته بودن میتونه مصری باشه، مگه اینکه مقاومت داشته باشی. انتظار ندارم با کسی آشنا بشم مادر. با این طرز فکر نبایدم انتظار داشته باشی. ببینم طوری شدی؟ نه، مطمئنی؟ حالم خوبه مادر. اگه پایی کسی رو این پله ها بشکنه باید صاحبونه رو مجبور کنی تا سنت آخر خسارتش رو بپرداز. یادم نبود با تو حرف بزنم. صبح بخیر.
مادر مادر معذرت میخوام، متاسفم که دیشب سرتون داد زدم. بچه هم دیگه از من نفرت دارم. نه اینطور نیست مادر، من اون همه سالو به تنهایی با زندگی مبارزه کردم، تو تنها کمک من هستی. تو نمیخوام از دست بدم، ات نظر شکست بخوام. سعی میکنم. سعی کنی موفق میشی. یه قولی به هم بده پسرم. چه قولی مادر؟ قول بده که میخاره نمیشی هیچ وقت. قول میدم میخاره نشم. اون نونو بده من. در این شرایط سخت زندگی تنها اتکایی که داریم همدیگه هست. آره مادر، برای همین انقدر مهمه که تام من خواهرتو فرستادم بیرون تا بتونم راجع به مطلبی با حرف بزنم. اگه تو با من حرف نمیزدی، من با تو حرف میزدم. راجع به چی میخوای حرف بزنی؟ لورا خب بشین. دیرم شده مادر. دقیقه صبر کن. تو میدونی لورا چجور دختریه، خیلی ساکته ولی فوق‌العاده هم حساسه، همه چیزو درک میکنه. فکر میکنم تا حدی هم ناراحته. چند روز پیش رفتم تو اتاقش، دیدم داره گریه میکنه. برای تو. برای من؟ فکر میکنه تو این خونه خوشحال نیستی. چطور به این فکر افتاده؟ چطور نداره، خیلی ساده است. رفتار تو خیلی عجیبه. او تام نمیخوام سرزنشت بکنم ولی زندگی کار آسونی نیست. چیزایی تو دلم هست که نمیتونم برات بگم تام. با تمام معایبش بازم پدر تو دوست داشتم. خودم میدونستم. وقتی میبینم تو رفتار اونو پیش گرفتی. این چه ربطی به لورا داره؟ میگه تو از این خونه نفرت داری، شبا میری بیرون که از خونه دور باشی. این حقیقت داره تام. ای ببین مادر، خودت میگی چیزایی تو دلت هست که نمیتونی برای من تعریف کنی. خب این در مورد منم هست. به خدا قسم تو دل منم خیلی چیزا هست که نمیتونم برای تو تعریف کنم. گوش کن. پس بذار به احساسات هم دیگه احترام بذاریم ها. بشین، هنوز صابونتو تمام کن. اندازه کافی خوردم. میخوای دیر برسم سر کار؟ اگه 5 دقیقه دیرتر بری اون انبار خراب نمیشه. باید راجع به لورا باهات حرف بزنم. چی میخوای بگی؟ سر من داد نکش. داد نکشیدم. چرا داد کشیدی؟ تام، ما باید فکر کنیم و هر چه زودتر برنامه‌ای برای لورا بریزیم. این کارو کردی مادر. منو وادار کردی هر چی پس انداز داشتم بدم برای کلاس منشیگری لورا که مطمئنم کوچکترین نتیجه‌ای هم نداره. چطور آماده کردن لورا نتیجه‌ای نداره؟ این کار نمیخوره مادر. همه چیزو امتحان کردم. میتونی بگی چه کاری مونده که نکرده باشم؟ حتی اونو به انجمن جوانان کلیسام بردم ولی نشد. با کسی حرف نزد و کسی هم با اون حرف نزد. در حال حاضر کارش اینه که با این عروسکای شیشه‌ای بازی کنه و اون صفحه‌های قدیمی رو گوش کنه. نمیدونم اینجور زندگی برای یه دختر جوان و خوشگل خوبه یا نه. لورا از اون دختراست که مردم بهشون میگن دختر خوبه. همچی چیزی وجود نداره. و اگه داشته باشه باعث تأسف، مگه اینکه خونه خود دختر باشه و در کنار شوهرش. اون سرنوشت ما جلوی چشمم کاملا مجسم. وحشتناکه. منظورم اینه که عجیب منو یاد پدرت میندازی. تو هم همون کارایی رو می‌کنی که پدرت می‌کرد. من اون نامه رو از کشتیرانی تجاری دیدم. آره دیدم. نامه؟ با تقاضات موافقت شده. برای چی؟ تو حق نداشتی. بده من نامه رو. بدش من. میدونم چه خیالایی داری. این نامه کی رسید؟ دیروز. من از وقتی بازش کردم یه لحظه هم آروم نبودم. خیلی خوب. خیلی خوب، برو. به هر طرفی که باد میبردت برو، شمال، جنوب، شرق یا غرب. ولی وقتی یه نفر اینجا باشه که جاتو پر کنه. راجب چی حرف خودت میدونی راجب چی حرف میزنم. منظورم اینه که وقتی خواهرت شوهر کرد و رفت سر خونه، زندگیش مسئولیت تو تموم شده. فقط اون موقع. تو یه مردی، باید به یه طریقی به خواهرت کمک کنی. ولی تو به فکر هیچی نیستی، هیچی جز خودت. تام پیرانه تو بزن تو. تام عزیزم، تو یه جوان خوب و مطمئن سراغ نداری که بیاد خواهرت تو بگیره؟ چی؟ یعنی یه خواستگار خوب و شریف. مادر تو داری پیش. آه لورای عزیزم، اومدی؟ باید میشنیدی وقتی گفتم بذار به حساب آقای شولتز چی گفت. نمیخوام حرفای اون مردو برام تکرار کنی. میل ندارم بدونم اون چی گفته، الان یا بعدا. خیلی خجالت کشیدم مادر. تو این دنیا خجالت نکش دخترم. از هیچ کس و برای هیچ چیز خجالت نکش، هیچ وقت. فقط یادت باشه وینفیلد اولین جا در خاک میسیسیپیه که سفید پوستا بهش مهاجرت کردن. خوب گفتی لورا. لورا، کلاس ماشین نویسی داره دیر میشه. بله مادر. آه عزیزم، ولی هنوز صبحونه نخوردی. من میل ندارم، امروز امتحان دارم. عزیزم با شکم خالی که نمیشه ماشین کرد. برو بشین. خواهش میکنم، وادارم نکن، بعدن یه چیزی میخورم.
عزیزم بذار کیفتو ببینم. کیفتو بده به من. آره همون فکری که کردم خالیه. چطوری میخواستی نهار بخوری؟ چطوری میخواستی به کلاس ماشین نویسی بری؟ میخواستی پیاده بری نه؟ ببین این برای کرایه رفتن، این برای نهار، اینم برای کرایه برگشتن. خدا دوستان، خداحافظ. خداحافظ عزیزم. یادت باشه با اتوبوس برو. از وسایل نقلیه عمومی باید آزادانه استفاده کرد. به هر حال ما به خاطرش مالیات میدیم دخترم. خداحافظ عزیزم. خداحافظ مادر. چیه؟ دنبال یه کتاب میگردم که باید برش گردونم به کتابخونه و حد میدارم تو برش داشتی. اگر کتاب خوبی بود احساس خجالت نمی کردی و اگه احساس خجالت نمی کردی قایمش نمی کردی. مادر کرواتم کن. بیا. و اگه قایمش نکرده بودی حالا گم نشده بود جوون عزیز. چیز دیگه ای مونده که امروز بخوای بهم بگی؟ نه ابدا. خیلی خوب، پس حالا اجازه هست برم سر کار؟ نه. سعی کنی یه جوان خوب و مناسب برای خواهرت پیدا کنی. هر روز صبح بعد از رفتن من و لورا، مادر نهضت شدید تلفنی خودش رو شروع میکرد و به مشترکین مجله مخصوص زنان شوهردار و نشریه همصحبت کدبانو تلفن میکرد. الو آیدا اسکات، آماندا وینگفیلدم. آه. عزیزم بگو ببینم وضع کلیت چطوره. آه عزیزم داری مهمش میکنی، خودت داری شدیدش میکنی. آیدا داشتم دفترچه یادداشتم و نگاه میکردم، متوجه شدم آبونمان نشریه همصحبت کدبانوی تو داره تموم میشه، اونم درست وقتی که سریال جدید بسیمه هارپر داره شروع میشه. اولین داستانیه که بعد از ماه عسل سه نفره نوشته. فکر میکنم این حتی بهترم باشه. داستانش مربوط میشه به لانگ آیلند و یه زن خوشگل که از اسب میخوره زمین و سطور فقراتش صدمه میبینه. آره اسب پرتش میکنه و بعدم پاشو میذاره و بعد. برای من مهم نیست اسب چیکار کرده. آیدا چرا انقدر عصبانی هستی عزیزم؟ چت شده؟ بیدارم کردی تازه ساعت 8؟ ساعت 8؟ آره درسته، فکر نمی کردم انقدر زود باشه. من چقدر احمقم. خیلی خوب آماندا، یه فرم خالی بفرست، انقدر مزاحمم نشه. پس تجدیدش میکنی؟ آره تجدیدش. جدی میگی؟ خدا عوضت بده عزیزم، متشکرم. حالا برو بگی راحت بخواب. برو ب... خب آیدا اسکات. کمدم گیر کرده و باز نمیشه. خب وسایلتو بذار زیرش و فوری بیا تو کلاس. تست سرعت به زودی شروع میشه. زمان منتظر هیچ کس نمیشه، حتی منتظر شما خانم وینفیلد. بخشناسی صفت قابل تحسینه، ولی برای منشی ها و تون نویس ها و هر کسی که مایل در دنیای تجارت به جایی برسه یک امر ضروریه. متاسفم که دیر کردم. بهتر عجله کنی خانم وینفیلد. از وقت کلاس قربانی شده، اونم به خاطر کسی که موفق نشده خودشو با مقررات جمعی کلاس تطبیق بده. بسیار خوب، تست سرعت دقیقا ساعت 9:30 دقیقه شروع میشه. حالا وسایلتون آماده کنین و سعی کنین به اعصابتون مسلط بشین. حاضر باشید.
کنید اشتباهاتون رو تصحیح کنید. 5 4 3 2 1 شروع. خلال تست سرعت بیرون رفت. شما مشغول بشین. خانم وینفیلد، با پسر هوایی. خیلی خوب شنیدی. بیمی چی میگه؟ تمام سفرش رو خواهیم. میدونی وقتی این کفشا برسن به مایمی چه برای سرشون میاد؟ میرن پشت ویترین یک فروشگاه بزرگ و تو آفتاب برانزه میشن. منم دوست دارم برانزه بشم. کار من تو انبار مثل یه بیماری طولانی و پردرد بود و هر روز فکر میکردم روز آخره. بستگی به صبر رئیس با من داشت، ولی کاسه صبر هر دو داشت لبریز میشد. عزیزم، غذا رو با دست نزن سر چنگال. اگه لازمه این کارو بکنی از یه تیکه نون استفاده کن. باید غذا رو بجوی. حیوانا جهاز هاضمه‌شون طوری ساخته شده که میتونن غذا رو نجویده تو معده هضم بکنن، ولی انسان‌ها مجبورن قبل از بلعیدن غذا رو بجون. آروم غذا رو بخور پسرم، بجو. دوست دارم غذا رو ببلعم. نمیخوای به قدرت بزرگت فرصت بدی که ترشح بکنن؟ خب دیگه بجو. مادر، وقتی من میام خونه میخوام در آرامش غذا بخورم، و اگه قرار باشه تو با هر لقمه به من دستور بدی، این کار غیر ممکنه. این مزخرفات راجب معده حیوانات و قدرت بزاقی و جهاز هاضمه حال منو به هم میزنه. چه بد اخلاق، مثل ستاره اپرای متروپولیتن. اجازه نداری از سر میز بلند شی. میرم سیگار بیارم. زیاد سیگار میکشی. قهوه رو من میارم مادر. نه عزیزم، این دفعه تو خانوم باش، من خدمت دیگه بلند شدم. دوباره بشین سر جات خواهر کوچولو. میخوام برای خواستگارایی که به دیدنت میان سرحال و خوشگل بمونی. ولی من منتظر خواستگار نیستم مادر. گاهی وقتی منتظرشون نیستیم میان، باید برای روبرو شدن با اونا آمادگی داشته باشیم. خوشبختانه وقتی من به سن سال تو بودم به هنر مکالمه وارد بودم. آره، کسی شک نداره. I'm listening. I remember one Sunday afternoon when I received 17 gentlemen callers. I had to entertain them all on our plantation. An escort with a governor's costume ball. I tell you, it wasn't enough in those days for a girl to have a pretty face and a graceful figure. You had to have a nimble wit and a tongue to meet all occasions. You had to have charm and vivacity. After the first dance, every one of my gentlemen callers rushed up to sign my program. By in the course of that one evening, I must have used up over a dozen dance programs to accommodate them all. Never sat down for a moment, wore out a brand new pair of shoes, and received 23 serious proposals of marriage. There was young Champ Lachlan. He was drowned in Moon Lake. My goodness, he certainly left his widow well provided for. $150,000 in government bonds. And the Coutrea cousins, Wesley and Bates. Wesley was my own bright particular beau. Bates was jealous, and my, he was hot-tempered. He knew I favored Wesley. That night, he started a quarrel that went on for months, until finally they fought it out, and poor Wesley was shot right through the stomach. He certainly left his widow well provided for, too. He never loved that woman.
It was my picture that was found on him the night he died. Oh, and that brilliant young Fitzhugh boy from Green County. He never married. He went north to Wall Street and made a fortune. I could have been Mrs. J. Duncan Fitzhugh. But what did I do? من میتونستم آقای جی دانکن فیتسیوی پسر بشم، فکرشو بکن. من میزو جمع میکنم. نه، تو سعی کن شاد و سرحال باشی عزیزم، دیگه چیزی نمونده خواستگارات برسن. فکر میکنی امشب از چند نفر پذیرایی میکنیم؟ گمون نمیکنم کسی بیاد. حتی یه نفر؟ حتی یکی؟ او حتما شوخی میکنی. یعنی یه نفرم نمیاد سراغ تو؟ این ممکن نیست، مگه اینکه سیل و طوفان جوونا رو از بین برده باشه. نه مادر، صحبت سیل و طوفان نیست. اونطور که شما در جوانی مورد توجه بودین من نیستم. مادر میترسه من پیر بشم و کسی منو نگیره. چی داری مینویسی؟ یه شعر. چی کار داری میکنی ما؟ کاری میکنم که چشمات خراب نشه. آدم فقط یک جفت چشم داره، باید ازش مراقبت بکنه. آه میدونم که جان میلتون کور بود، ولی به خاطر کوریش نابغه نبود. تام چرا راست نمیشینی؟ من یه چارت طبی دیدم و میدونم اینطوری نشستن چه بلایی سر اعضای داخلی بدن میاره. معده فشار میاره به ششات، ششات فشار به قلب بیچاره میارن و قلب بیچاره به کلی ناامید میشه، چون هیچ جایی نداره که بتونه برای تو درست بتپه. بهت قول میدم مادر که قلب بیچاره من تحملشو داره. این واقعا شعره؟ امیدوارم باش. فکر میکنی بشه فروختش؟ چرا همه چیز از من پنهان میکنی؟ نمیذاشتی کتابی رو که میخوندی ببینم، ولی به هر حال دیدمش. اون کتابی رو که صبح دنبالش میگشتم تو برداشتی؟ اون کتاب وحشتناک رو برگردوندم به کتاب خونه. یک کتاب مزخرف به قلم اون نویسنده بیشور. من توی این خونه هیچی ندارم، هیچی ندارم که بتونم بگم مال منه. تام وینگفیلد صدا تو بیار پایین، ولی یه چیزی بهت میگم. دیگه خسته شدم، میخوام برم. کجا داری میری؟ دارم میرم سینما. برای چی همش میری سینما؟ برای این میرم سینما مادر، چون هیجان رو دوست دارم. An adventure is something you don't get much of at a warehouse. You come back here, Tom Winkle. I'm not through talking to you. You're gonna listen. I'm at the end of my patience. Where do you think I'm at? Don't you think I have any patience to reach the end of, Mother? میدونم برات مهم نیست من چی کار میکنم یا چی کار میخوام بکنم. ما برات مهم نیستی. فقط به فکر خودتی. فقط به خودت فکر میکنی. من راجع به خودم حرف میزنم برای اینکه من دیگه پیر شدم، توقعی ندارم. ولی خواهرت جوونه، باید به یه نفر اتکا داشته باشد. اما وضع تو هم در شد. وضع خوبی نداره. تو حق نداری. حق نداری کارتو به خطر بندازی. حق نداری تنها منبع درآمد ما رو به خطر بندازی. فکر میکنی من عاشق اون انبارم؟ فکر میکنی دلم میخواد اون کارخونه کفش کار بکنم؟ فکر میکنی دلم میخواد 55 سال از عمرمو تو اون دخمه زیر چراغای مهتابی بگذرونم؟ نه، ولی میرم. هر روز صبح فریاد میکشی بلند شو و بدرخش، بلند شو و بدرخش. وقتی میخوام بلند بشم به مرده ها حسودیم میشه، ولی میرم. چطور جرات میکنی سر مادرت داد بکشی؟ به خاطر ماهی 150 دلار از تمام آرزوها و امیدهای آیندم صرف نظر کردم. تازه میگی فقط به فکر خودمم. من هیچ وقت به فکر خودم نیستم مادر. گوش کن، اگه من فقط به فکر خودم بودم مادر، میرفتم جایی که پدرم رفت، تا جایی که میشد از اینجا دور میشدم. دستمو نگیر مادر. من تو رو نگرفتم. کجا داری میری؟ گفتم که دارم میرم سینما. این دروغ رو باور نمی کنم. راست میگی، کاملا حق با توه. میرم به شیر کشخونه. آره، شیر کشخونه. محل فساد و دزدی و جنایت. منو برای دزدی و جنایت اجیر کردن. تو جعبه ویولون تپانچه میذارم و شبگردی میکنم. رفقان به هم میگن آدم کش، وینفیلد آدم کش. من یه زندگی دوگانه دارم، یه زندگی دوگانه ساده و پرهیجان. روزا یه کارگر ساده انبارم و شبها سلطان مقتدر دنیای جنایتکارا. مادر، دشمنان میخوان اینجا رو منفجر بکنم. آه چرا؟ ما همه میریم هوا. دود میشیم میریم هوا و من خوشحال میشم. تو هم خوشحال میشی. میدونی چرا؟ چون میری بالا 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 بالای بلو مانتن. سوار دست جارو میشی، میری بالا با اون 17 تا خواستگارت. تام
زنده هستی دیگه باهات حرف نمیزنم. مگه اینکه معذرت بخوای؟ افتاد تو اون سوراخ. تو هم چی کار میکنی؟ دنبال کلید در میگرد. تو حالا کجا بودی؟ رفته بودم سینما. تو این موقع سینما بودی؟ فیلمش خیلی طولانی بود. تو دو تا مثل یه واگزبانی، یه فیلم علمی، یه فیلم خبری و کلی برنامه آینده. یه زن چاقم با کنترل چی دعوان مجبور بودی تا حالا تماشا کنی؟ البته اونم دو دفعه. یادم میرم یه شوه جالبم بود، اسم اجرا کنندشم مال نیوی شعبد باز بود. خیلی عالی بود، چشمندی های جالبی داشت. یه دونه چشمندی هاش این بود که از یه پارچ آب بریخت توی یه پارچ دیگه، آب اول شراب شد، بعدش آبجو و دست آخرم ویسکی شد. از کجا فهمیدی؟ فهمیدم چون دو بار دعوت کرد یه نفر از بین تماشاچی‌ها بره کمکش. من رفتم با هر دو نفرش. قربون اصل کنتکی. آدم دست دلوازی بود، یادگاری هم میداد. به من این دستمال شعبده بازیشه. چقدر قشنگه. روی قفس قناری میندازیش، میشه یه تون پر از ماهی قرمز. بعد میندازیش رو تنگ ماهی، ماهی ها میشن قناری و پرواز میکنن. دستمال قشنگی نیست؟ خیلی قشنگه. ای کاش اونقدر بزرگ بود که تمام این دنیای زشت رو میپوشه. The world isn't ugly. While I was waiting for you tonight, I listened to the music from the paradise. It was beautiful. The whole world was beautiful. Because one little part was flooded with rainbows. What about the rest? You know that magician? He had the wonderfulest trick of all. What was the trick? Well, we nailed him in a packing box, and he got out of it without removing a single nail. There's a trick that come in handy for me. Get me out of that warehouse. La, 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 someone to watch over me. What are you shushing me for? You'll wake Mother. Goody, goody. Pay her back for those rise and shines. Look. You know, it doesn't take much intelligence to get yourself into a nailed-up box. But who in the world ever got out of one without removing one single nail? But you did. You got out.
Rise. Tom's breakfast ready, Mother. All right. Well, go tell that brother of yours. Mother went out and bought strawberries especially for you, Tom. Strawberries won't help me. Please be pleasant. She's upset. Rise and shine. Rise and shine. Mother, I apologize. Don't do it on account of the strawberries. Well, Mother, I'm sorry about all those things I said. Really, I am. My devotion to my children has made me a witch. No, I didn't say that. You did. You said you wanted me to go off on a broomstick. That's what you said. Well, I didn't mean it. Well, you said it. This time you hadn't even been drinking. That's what worried me. You hadn't even been drinking. Mother, I'm sorry. Sit down. Sit down and eat your strawberries. Go on, eat. You'll feel better. Just coffee. Some cereal. No, Mother. Just coffee. You can't do a day's work on an empty stomach. Don't gulp. Gulping too hot liquid gives you stomach trouble. It perforates the lining. Put some cream in it. No, thanks, Mother. I don't want any cream. I just want it black. Well, put some cream in to cool it off. Mother, do you mind if I just please have it black? There's no nourishment in black coffee. We have to do all we can to build ourselves up. I'm sorry, Mother. I have to rush now. Oh, son, I know your ambition doesn't lie in that warehouse. It calls for Spartan endurance. It sure does. Tom. Yes, Mother. Tom, are you ashamed to bring anybody up here? Are you ashamed of the apartment? Oh, I love it, Mother. Believe me, I never want to move. Well, then will you please find some nice young man at that warehouse to get acquainted with your sister? Now, what's wrong with that, I'd like to know. Nothing. Tom, will you bring some nice young man? Good morning. Tom, honey, please don't forget to bring someone home. Yes, Mother. Laura didn't tell us about her failure at post-business school. Every morning for weeks after, she would pick up her books and leave. But instead of going to school, she would walk to all the places where the lonely spend their time. لابا تمرین ماشین نویسی میکرد. بله. تقلب. فریب. تونستی کسی رو آبونمان کنی مادر؟ نه، نتونستم کسی رو آبونمان کنم. حالشو نداشتم، شجاعتشو نداشتم. فقط میخواستم زمین دهن باز کنه و من زیر خروارها خاک مدفون بکنم. چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینطوری نگاه میکنی مادر؟ نمیخوای به هم بگی موضوع چی؟ رفته بودم به مدرسه منشیگری که ببینم پیش رفته تو چطور. متاسفم مادر. لورا، خودت میدونی که پولش انقدر برای من مهم نیست. در تمام این سالها امید و آرزوم این بوده که تو به جایی برسی.
که تو زندگی یه چیزی بشی. لورا کجا میرفتی؟ موقعاتی رو که قرار بود بری مدرسه کجا میرفتی؟ میرفتم قدم میزدم. قدم میزدی؟ عمدن سعی داشتی خودتو خسته کنی؟ تمام مدت رو نمیرفتم، گاهی میرفتم میشستم و استراحت میکردم. مینشستی؟ خب کجا؟ کتاب خونه، تو پارک. این اواخر بعد از ظهر میرفتم موزه جواهرات یا گلخونه بزرگ شیشه‌ای که توش گلای گرمسیری پرورش داره. گلای گرمسیری؟ لورا ما بقیه عمرمونو چی کار باید بکنیم؟ تو این اتاق بشینیم و گذر عمرو تماشا کنیم؟ دلمونو به باغ وحش شیشه‌ای تو خوش کنیم؟ صفای قدیمی پدرتو گوش کنیم و خاطرات تلخ گذشته رو زنده کنیم؟ من نمیتونم برگردم مدرسه، حالم بد میشه. حالت بد میشه؟ پس ما نباید زندگی کنیم؟ بدون داشتن یه درآمد مناسب نمیتونیم زندگی کنیم. اگه خودمون نتونیم زندگیمون رو اداره کنیم باید به دیگران متکی باشیم. من نمیخوام به کسی متکی باشم مادر، میرم میگردم کار پیدا میکنم. چه کاری؟ من میدونم سر زنای بیشوهری که تو زندگی سعی نکردن موقعیتی پیدا کنن چه بلایی میارن. خیلی هاشون رو دیدم که چه وضع بدی داشتن. دخترای بیشوهر مجبورن در کنار زن برادر یا شوهر خواهر زندگی بکنن و تو اتاقی به اندازه یه تله موش بپوسن، چون هیچ کس نمیتونه اونا رو تحمل کنه. مثل مرغ بیاشیان تمام عمر روزی اونا تای سفره این اونه. این آینده ای که برای خودمون در نظر گرفتیم؟ نه نه، اما متاسفانه جز این راهی برامون باقی نمونده. آینده تاریک و مبهمی در انتظارمون. البته بعضی دخترها شوهر میکنن. عزیزم تو هم همین کاری میکنی، ما تو رو شوهر میدیم. ولی مادر من چلاغم. دیگه این حرف رو نزن. چند دفعه بهت گفتم که این حرف از دهنت در نیاد. کی میگه تو افلیجی؟ فقط کمی ننگ میزنی، همین. کسی هم نمیفهمه. اون رو حتی مجبور نیستی اون بنده رو ببندی. کسایی که نقصی دارن با کارهای دیگه جبران نقصشون میکنن، یعنی با شادابی و سرزندگی نقصشون رو میپوشونن. تو هم باید همین کار بکنی. اون پدرت به جای همه چیز شادابی داشت. دخترایی که علاقه به کارهای تجارتی ندارن معمولا با جوان خوبی ازدواج میکنن. کسی با یه دختر چلاغ؟ چلاغ نیستی. بلنشو راه برو. راه برو، میخوام راه رفتنی تو ببینم. دور اتاق راه برو. راه برو دور اتاق راه برو. اغلب میگفت دیگه دارم ناامید میشم، ولی این دروغ. ناامید شدن چیزی نبود که بتونه به محض مادرم راه بیدم. بعد از رد شدن لورا در مدرسه منشیگری، مادر دائم به این فکر بود که جوان مناسبی رو پیدا کنه تا با لورا آشنا بشه. با صبر و شکیبایی و گاهی از روی ناامیدی به دنبال این جوان این طرف و اون طرف میگشت. پیمایی کفشاش لطمه زیادی و همینطور غرورش، ولی در مقابل عشق و محبت و خوشبختی کسانی که دوستشون داریم غرور چه مفهومی داره؟ Sure, Notre Dame's got a good football team. But you know, when I was quarterback at Solden High, we had a play that nobody could figure out. Man, what are you talking about? Wait a minute, I'm not kidding you. Look, Coach Torgan and me worked this whole play out. It's kind of a shifting team. O'Connor? Oh, yes, sir. What is all this football talk?
Oh, well, I was just telling the boys that, teamwork is required in every walk of life. Huh? Well, no man makes a shoe by himself, is that right? Yeah, that's right. Well, then I figure, Mr. Mendoza, that you're like the coach of a football team. You supply the mind power, and we supply the manpower. We work together like a well-trained team. Yeah, that makes a lot of sense, O'Connor. Thank you. Makes a lot of sense. این کارم چطوره؟ عالی. به نظر خودم بهتر شدم. مندوزا رو که خوبه داره میتونه. ببینم سیگار داریم؟ آره. بدونی همش بستگی به فکر داره. اگه فکر کنی رئیس کارخونه کفش میشی حتما رئیس خواهی شد. ولی من نمیتونم رئیس بشم. فعلا به فکر آیندهی هستم که این انبار توش هیچ جایی نه. راجع به چی حرف میزنی؟ ببین این چیه؟ میخوای تو کشتیه تجارتی کار کنی؟ برای چی؟ دلت نمیخواد بری جای مختلف؟ چرا؟ خیلی جا دلم بخواد برم ولی نه رو دریا. نشده تو این کارخونه من یه کفش بردارم و به این فکر نیفتم که زندگی چقدر کوتاه. آره ولی اینطوری به کجا میرسی؟ با این فکرها که میگی زندگی کوتاهه به هیچ جا نمیرسی. مطمئنم هنوزم شعر میگی ها؟ خب آره فکرشو میکردم. عجب دیوونه ای هستی. میدونی اشکال کار تو چیه؟ داری از حقایق فرار میکنی. نمیخوای باهاشون رو در رو بشی. شکسپیر خیال دارم چیز خوبی یاد بدم. چه چیزی؟ سخنرانی. سخنرانی؟ من و تو. ما به درد این کار نمیخوریم. خب خیلی ممنون ولی چه ربطی به سخنرانی داره؟ آمادت میکنه برای پست ریاست. آه ببین یه سوال از خودت بکن. بین من و تو و اون رؤسای تو دفتر چه فرقی هست؟ مغز؟ نه. توانایی؟ نه. فقط یه مطلب کوچیک. و این مطلب کوچیک چی؟ در وهله اول موقعیت اجتماعیه. قدرت این که بتونی با مردم کنار بیایی موقعیت اجتماعی خودت رو حفظ کنی. ببینم تو چه جور سیگاری میکشی؟ باید سیگار بدبو و دراز دیرسوزی باشه نه؟ اومدم یه کمی هوای تازه بخورم آقای مندوزان. دستگاه تهویه شما از کار افتاد. آو پس من سیستم تهویه از خوشت نمیاد. به نظر تو اگه قرار باشه هیئت مدیره بین تو یک سیستم 50,000 دلاری یک یورو رد کنم فکر میکنی کارو برد میکنم؟ هیچ بدم نمیاد خودم شخصا تو رد. ببینید آقای مندوزان ببخشید آقای مندوزان. ببینم شما سه‌شنبه شب گرفتارین. چطور؟ خب خواستم ببینم اگه وقتشو داریم بیاین در مورد مدیریت کارخونه برای کلاس سخنرانی ما صحبت کنیم. چی؟ میتونین خودتون که به کلاس شبانه واردین. همش تئوریه. از تجربیات عملی خبری نیست. با اطلاعات بسیاری در مورد مدیریت کارخونه. بله. باید در موردش کمی فکر. بله. متشکرم آقای مندوزا. متشکرم. چیزی نمونده بود کنترلم از دست. آدم در برخورد اول از مندوزا خوشش نمیاد ولی وقتی بشناستش ازش متنفر میشه. مادر شام حاضره؟ به محض اینکه لورا برگرده فرستادمش چیزی بخره. تو کجایی؟ بیرونم مادر. هوای بیرون چه سرده. این پله فرار کثیف هیچ شباهتی به اونی که تو خونه پدرم داشتیم نداره. وقتی دختر بودم تابستونا از بیشتر مهمونا رو ایوون پذیرایی میکردیم. خیلی سیگار میکشی. روزی یه بسته هر بسته 21 سنت. در ماه چقدر میشه؟ بذار ببینم 30 ضرب در 21. آه میشه که باهاش دوره شبانه رو در رشته حسابداری دانشگاه واشنگتن گذرون. جالب میشه نه؟ سیگار رو ترجیح میدم. میدونم و اشکالش هم همینه. ببخشید آقای رنسام اسمتون همینه درسته؟ کلیتون رنسام خانم. اینو سرایدار به هم گفت. تازه اومدین؟ بله. ایشون آقای رنسامه. بله میدونم. میبخشین من اینقدر جنوبی رفتار میکنم. گمان میکنم همسایه هم باشین. همسایه دیوار به دیوار. باید بیشتر با هم آشنا بشین. بله خانم. موسیقی؟ نه خانم نشویل تنسی. نشویل خوبه. خانواده پورترفیلز رو در نشویل میشناسین؟ پورترفیلز؟ نه خانم من نمیشناسمشون. آه چه حیف. بفرمایید یه لیوان آب میوه بخوریم. خیلی متاسفم خانم فعلا وقتشو ندارم. با خانمی قرار دارم. آه البته. در این صورت امیدوارم خوش بگذرونید. متشکرم خانم منم امیدوارم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
مجرد. چقدر خجالتی هم. چه جوره؟ دنیا پر از جوانای مجرده که مشتاقانه دنبال یه دختر میگردن بهشون دوستانه لبخند بزنه. به چی نگاه میکنی؟ به ماه. ماه در اومده؟ داره از طرف فروشگاهی شوتس بالا میاد. آره راست میگی، یه ماه کوچولوی نمره‌ای. خب آرزو کردی؟ چه آرزوی؟ برای دوتا فرزند دلبندم آرزوی موفقیت و خوشبختی کردم. خسته شدم بس که همیشه همین آرزو رو کردم. چه ماهو ببینم چه نبینم اینو از خدا میخوام. فکر کردم شاید خواستی یه مهمون مرد برامون برسی. چطور به این فکر افتادی؟ فراموش کردی ازم خواستی یه نفر رو بیارم؟ ازت نخواستم، پیشنهاد کردم. به کرات خواستی. در حال یه نفر میارم. چی؟ یه مهمون من. یعنی تو واقعا از یه جوون خوب دعوت کردی که بیاد و با خواهرت لورا آشنا بشی؟ برای شام دعوتش کرد. او پسرم واقعا چقدر عالی. قبولم کرد؟ آره. قطعی شده؟ کاملا قطعی. خب کی میاد؟ به زودی. چقدر زود؟ خیلی زود. یعنی کی پسرم؟ خیلی خیلی زود. جمعه. چی؟ جمعه شب. وای تام، اینطوری هیچ وقت نداریم. اصلا وقت برای چی؟ برای تهیه دیدن. به محض اینکه قبول کرد میبایست بهم تلفن میکردی. تام، اینجا رو باید به هم ریخت و از نو درست کرد. مادر، اصلا نیازی به این کارا نیست. بذار ببینم. Look at that tired old day bed. That awful lamp. Sad looking carpet. Looks like it was peeled off the back of a mangy old Arkansas mule. I tell you, he's a very simple. You can't have a gentleman caller in a pigsty. Oh, I wish I had time to pay for the wall. Oh, Mother. Tom, we don't have a thing to wear. We don't have a blessed thing to wear. Mother, stop talking about not wearing anything. If you don't stop this fussing, I'm going to tell him not to come. Tom, you can't do that. People hate broken engagements. Why, they got no place to go. Where'd you meet him? At the warehouse. Where else could I meet him? Uh-huh. What's his name? O'Connor. Jim O'Connor. O'Connor, Irish, coming Friday. Fish. Oh, does he drink? What? Well, your father did. Now, don't get started on that. Then he does drink. Not that I know of, Mother. Nothing I want less for my daughter than a man who drinks. Aren't you being just a bit premature? What does he make? Make? Yeah, his salary at the warehouse. How much is it? Well, I would judge it to be approximately $165 a month. Well, sir, that's not princely. It's 15 more than I make. Oh, don't I know that? But for a family man... Mr. O'Connor is not a family man. Well, he might be sometime in the future. You sure he doesn't drink? Give me a nickel. I'll call him on the phone and ask him. Don't you be supercilious with your mother. These things have to be investigated discreetly to save a girl making a tragic mistake. I'll fix that tomorrow. How did you happen to make such a tragic mistake? That innocent look on your father's face had everybody fooled. I declare that man could charm a bird off a tree. Tom? Yes, Mother? Come here. About my wedding silver. Jim O'Connor's nobody to impress. I hope he's not too good looking. No, he's not too good looking. But he's not downright homely. No, he's not downright homely. He's just medium homely. Well, character's what you look for in a man. Put those things away. We'll polish them tomorrow. Yes, Mother. Tom, did you tell him you had a sister? No, Mother. He doesn't know about Laura. Well, he will know. He'll know about Laura. I didn't tell him anything about her. I didn't let on that we had dark, ulterior motives. He sees how sweet and pretty and lovely she is. He'll thank his lucky stars he was invited to dinner. مادر، نباید زیاد از لورا انتظار داشته باشی. منظورت از این حرف چیه؟ خب، لورا برای ما خوشگل و بانمک به نظر میاد چون مال ماست و دوستش داریم. ما حتی توجه نداریم که اون چون دیگه این حرفو نزن. ولی هست، فقط این نیست. منظورت چیه فقط این نیست؟ لورا با دخترهای دیگه فرق داره. منم میدونم و فکر میکنم همین فرق به نفعش باشه. تو نه فقط این نیست. به نظر افراد غریبه لورا دختر گوشه‌گیر و خجالتی تو دنیای خودش زندگی می‌کنه. به همین دلیل به نظر کسانی که بیرون این خونه غیر عادیه. نشنوم بگی اون غیر عادیه. باید حقایق رو قبول کرد مادر. من نمیدونم اون از چه نظر غیر عادیه. لورا تو دنیای حیوانات کوچیک شیشه‌ای زندگی می‌کنه و به صفای قدیمی گوش می‌کنه.
شام استراحت کنم. حسابی خستم کردی مادر. خدا کنه این نورا باشه. آه نورا. نورا عزیزم یه خبر خوب برات دارم. بهتری خبر ممکنه. جمعه شبی آقای میاد خونم. بیا. بیا بالا عزیزم. بیا ماهو ببین و آرزو کن. چی؟ آها. امشب ماه نو در اومده. عزیزم از طرف شونه چپت آرزو کن. خب چی آرزو کنم؟ خوشبختی و آتیه خوب. فقط یک کمی خوشبختی، یک کمی ثروت و آینده خوب. مادر من فقط 50 سنتم. نگران نباش، ما دوستان زیادی داریم و دوست خوب از تمام ثروت‌های دنیا با ارزش‌تره. قسمتی که مخصوص فروش نیستی از کدوم طرف؟ از اون طرف بفرمایید خانم. خیلی متشکرم. بله لطفاً به آدرس جدید بفرستینش. ببخشید می‌خواستم با مسئول قسمت فروش غیر نقدی صحبت کنم. چیکار می‌تونم براتون بکنم؟ دیروز یه نامه عجیب از قسمت اعتبارات فروشگاه شما برای من فرستادن که نوشته حساب من در این فروشگاه بسته شده. اومدم بگم من از 22 سال قبل که به سن لوئیس اومدم از این فروشگاه خرید کردم. تمام اساسیه خونه من از فروشگاه بومن خریداری شده. تمام منافع هم، تمام ظروف نقرم که مجبور شدم اینجا دوباره بخرم. هرچی که اساسی که تو خونه من هست از فروشگاه با من خریداری شده خانم. حالا اگه نخوام بگم بیادبی بوده، رسیدن همچین نامه تعجب‌آمی و غیر منتظره بوده. انتظار این کم لطفی رو نداشتم. باید بگم برای من ضربه خیلی سختی بود. اینطور که معلومه حساب شما به خاطر یه بدهی $8.75 از فصل قبل قطع شده. فصل قبل؟ فصل قبل دیگه چیه؟ عزیزم من به اصطلاحات تجارتی وارد نیستم، تو چی؟ ولی خب اگه من به شما بدهی دارم خیلی خوشحال میشم که هر چی زودتر، یعنی همینجا و همین حالا تسویهش بکنم خانم. من یه کارت اعتبار دیگه براتون صادر میکنم خانم وینفری. ببخشید پولش از کجا میاد؟ دوستی داره یک میوزش بهتر از وقتیه که دوستی نداره و همین موقع است که اون اصطلاح جالب نسیه به درد میخوره. بدون اعتبار نمیشه دوستی پیدا کرد و بدون دوستم نمیشه نسیه خرید. بفرمایید خانم. آه خیلی متشکرم. اعتبارتون تجدید. متشکرم. میبینی نورا چقدر راحت میشه دوست از دست داد؟ اگه به خاطر اون خانم خوب نبود دوستی با فروشگاه با من از بین رفته بود. خب دیگه بیا عزیزم، قسمت مشکل کار امروزمون تموم شد. حالا میریم بالا و هر قدر که دلمون بخواد نسیه خرید میکنیم. اعتبارمون تجدید شد. چرا داری میلرزی؟ مادر تو نگرانم میکنی. چطوری نگرانت میکنم؟ با این کارات موضوع رو خیلی مهم جلی. خب مهمم هست. گاهی رفتار تو منو به تعجب میندازه. بچرخ عزیزم. هر وقت که میخوام یه کار متفاوت برات بکنم همیشه سعی میکنی یه جوری مخالفت بکنی. خدای من. خب حالا برو یه نگاهی تو آینه با خودت بکن دختر جون. دقیقه صبر کن داشت یادم میرم. بچرخ عزیزم. مادر چی کار میکنی؟ بهتر میشی. به اینا میگن گول زنک. من که نمیذارم. میذاری؟ آخه برای چی؟ چون بیرو درواسی بگم عزیزم سینت صافه. مادر کاری میکنی انگار ما داریم تله میزنیم. خب همینطوره. دختر خوشگل یعنی تله. تله یه خوشگل. مردم همین انتظار رو دارن. خوب به خودت نگاه کن دختر جون. درست به خوشگلی یه فرشته در روی کارت پستال شدی. خب حالا بیا اینجا بگی بشین. باید خودم هم مرتب کنم. میخوام یه چیزی نشونت بدم که برات خیلی جالبه دخترم. مادرت با وضع فوق‌العاده‌ای ظاهر خواهد شد. چی کار میخوای بکنی؟ همیشه کمی صبر داشته باش عزیزم. الان میبینی. شدم خیلی قشنگه. قشنگ بود
بود عزیزم. یه وقتی کلی گل روش داشت ولی یه کمی غم‌انگیز بود. برای همین کندمشون. هنوزم قشنگی. با این لباس اولین رقصم رو رقصیدم. تو سنستیل دو دفعه برنده جایزه شدم. و یه دفعه هم در ضیافت بهاره فرماندار در جکسون این لباس رو پوشیدم. تجسم کن تو سالن رقص چه جلوه‌ای داشتم. لا 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 آه عزیزم، امیدوارم قبل از شروع بارون برسن. به برادرت گفتم آقای اوکانه رو مستقیما بیاره خونه تا مهمون امروزمون رو از دست ندیم. اسمش چیه؟ اوکانر. اسم کوچیکش چی؟ آه عزیزم، باید بگم یادم نیست. آه چرا یادمه، جیم. جیم اوکانه؟ آره درسته. تا حالا ندیدم کسی اسمش جیم باشه و بد باشه. یه جیم اوکانر تو دبیرستان میشناختم. اگه همون باشه باید منو ببخشی مادر، چون حاضر نیستم بیام سر میزشو. نورو، این مزخرفات یعنی چی؟ اون باشه یا نباشه تو اجازه نداری سر میز شام حاضر نشی. ولی مجبورم. این شوخیات اصلا خوشم نمیاد لورا. بشین دیگه، از دست تو و اون برادرت خسته شدم. خب حالا اونجا بشین و مرتب باش. وقتی اومدن درو باز کن. از من نخواه درو باز کنم. من تو آشپزخونه مشغول درست کردن سس ماهی هستم. افاده افاده، اونم به خاطر یه مهمون مرد، فقط یکی، همین. اگه 17 تا میومدن چی کار میکردی؟ فقط مسافر هستم، اومدم دیدن اقوام. برای یه شرکت حمل و نقل در جنوب اقیانوس آرام کار دارم. در حال حاضر برم از زخمایی که در سر مسافرت با راهزنان چینی برداشتم بهبود پیدا کنم. شوخی میکنی؟ او نه، من اسیرم کرده بودم، شکنجم دادن. کبریت رو روشن میکردن و میگرفتن زیر ناخنم نوشتای دستم. من چیزی بهشون نمیگفتم. راجع به چی؟ اسرار رو خالکوبی کرده بودم روی سینه. البته به طور رمز معاون اولم به حرف اومد، ترسوی را نکرد. یه هفته بعد تو شنهای دوباره گرفتنم، بازم شکنجه. پامون گذاشتن لای چون فشار دادم. بوم مذارت میخوام. اشکال نداره خانم، داشتی چی کارش میکردی؟ سفر به دنیای اشفا. یه مشروب بخور. نه متشکرم، من نمیخورم. چرا بخور، مهمون من باش. دو تا بربن سیک. نه برای چی؟ برای امشب. آه فکر میکنی حاضرم با بوی ویسکی به دیدن مادرت بیام؟ مادر من زنیه که بوی ویسکی کلی خاطرات خوب و لطیف از پدرم براش زنده میکنه. اوه شکسپیر، امروز یه چیز خیلی جالب برام پیش اومده. چی؟ ازم دعوت شده برم به کلوپ پروگرس. میدونی چه معنیش چیه؟ چی؟ معنیش اینه که آقایون دفتر مرکزی بالاخره تصمیم گرفتن یه پست ریاست کوچیک به من بدن. چطوره؟ عالیه. آره تام، دردم بد نیست، بدونی که به تو هم نظر دارم. یعنی بالاخره از منم دعوت میشه که به کلوپ پروگرس برم؟ منظورم اینه که اگه مواظب خودت نباشی ممکنه کار تو از دست بدی. اصلا ناراحت نمیشه. آه اون چشتیش بازرگانی ها. حالا احساس قدرت میکنم. چی من؟ یه سیه شی. خیلی خوب، حالا میریم اون طرف کوچه با خانواده ما شو بشیم. دونی شکسپیر، من اصلا فکر نمی‌کردم خانواده داشته باشیم. بعد از اینکه از در پشتی پارادایز بیرون اومدیم، میرسیم به یه خیابون پهن که منزل خانواده یه رینگفیلد باشه. با چمن وسیع و پر از بلوط‌های قدیمی که گوزنای اسپانیایی ازشون آویزون شده. در زیر یکی از این درخت‌ها در جنگل بزرگ خانوادگی، آدمیرال سام اسپرینگفیلد بیانیه‌ای معروف خودش رو در وظیفه نشناسی امضا کرده. تو واقعا دیوونه هستی. سیری. آه داری از در پشت منو می‌بری تو؟ در اصلی. بهتره تا بارون نگرفته بریم تو. نزدیک بود خیس شم. لورا عزیزم، لورا در زدم.
حتما تام کلیدشو جا گذاشته. مطمئنی امشب شب مناسبیه؟ مادر تو درو باز کن. چرا باید در همین لحظه دیوونه بشی؟ خواهش میکنم نمیتونم مایا. حالم بده. همین الان لورا میری به طرف دن براشون باز میکنی. باید به تو شهامت زندگی کردن بدم. لورا شنیدی چی گفتن؟ لورا هر کاری میگم بکن. چشم مادر. سلام لورا. لورا این جیمه. جیم این خواهر من لوراست. نمیدونستم خواهرم داری. خیلی خوشبختم. حالتون چطوره؟ عالیم. دستات سرده لورا. بله من داشتم به موسیقی گوش میکردم. حتما به موسیقی کلاسیک گوش میکردی. باید یه آهنگ تند و داغ بذاری که گرمت کنه. ببخشید. چی شد؟ لورا یه کمی خجالتیه. خجالتیه. امروزا دختر خجالتی کم دیده میشه. یادم نمیاد بهم گفته باشی خواهرم داری. فکر میکردم میدونی. نه. روزنامه میخونی؟ آره. سرگرمی شو؟ ورزشی. متشکرم. بازم اون کاردینالای ناکس. تاد؟ بله مادر. با آقای اوکانر اومدی؟ بله مادر. خب سعی کنین کاملا راحت باشین. چشم مادر. از آقای اوکانر بپرس میخواد دستاشو بشوره؟ مادر نه خانم متشکرم، قبلا تو انبار دستامو شستم. این چیه؟ اون پدرمه. صحیح. مربوط به جنگ جهانی اوله درسته؟ ولی زنده برگشت. رفت تو شرکت تلفن کار گرفت و عاشق راه دور شد. ببینی چطور میخنده؟ آره. الان 16 ساله که گذشته رفته. اینجی یادت باشه حرفی از نقشه‌های من جلو مادرم نزنی. باشه؟ کدوم نقشه؟ میدونی دیگه، راجع به ملحق شدن به کشتی تجارتی من... پول برق این ماهو دادن پیشکس برای این نام نمیسه. وقتی برقو قطع کنن حسابی پشیمون میشه. اینجا نخواهم بود. چطور میتونی؟ خب شب بخیر. مادر خیلی خوشگل شدی. این اولین باره که تو ازم تعریف کردی. چه خوبه هر وقت یه حرف خوب میزنی حالت گفتنت هم خوب باشه تا بشه قبول کرد. مادر این آقای اوکانر. حال تو چطوره خانم؟ من معرفی کردن لزومی نداره. خیلی چیزا راجع به شما از پسرم شنیدم. بالاخره گفتم تام تو رو خدا چرا یه شب این مرد فوق‌العاده رو به شام دعوت نمی‌کنی؟ نمی‌دونم چرا پسرم اینقدر محافظه‌کاره. رفتار شباهتی به مهمون نوازی جنوبی ها نداره. چرا نمی‌شینی؟ متشکرم. چقدر هوا گرمه. بله به این زودی گرم شده. زمستان خون آدم خیلی غلیظ میشه. مدتی طول میکشه تا آدم به تغییر فصل عادت کنه. مادر این سال یه دفعه فصل عوض شده. باید بگم من اصلا آمادگیشو نداشتم. در واقع تابستون هممونو غافلگیر کرده. بله. رفتم سراغ چمدون و این لباس نازک رو بیرون کشیدم. خیلی قدیمیه و دیگه داره عتیقه میشه. مجبور بودم یه لباس خنک بپوشم و تو میگی قشنگم هست. آره مادر. چی عزیزم؟ از شام چه خبر؟ برو از خواهرت بپرس حاضره یا نه. میدونی امشب تدارک شام با خواهرته. بهش بگو شما دوتا مرد گنده و گرسنه منتظرشیم. آقای اوکانر. بله. با لورا آشنا شدی؟ بله همون دختری که درو باز کرد. بله خانم. خیلی خوشگله. واقعا اینطوره خانم. و خونه دارم هست. به ندرت میشه دختری مثل لورا پیدا کرد که هم خوشگل و خوب و با نمک باشه و هم خونه دار. من که نبودم. نه هیچی نمیتونستم درست کنم جز یه جور کیک مخصوص. ولی خب اون موقع در جنوب خدمتکار زیاد داشتیم. از بین رفت تمام محسنات زندگیای خوب قدیم از بین رفت. بله من که نمیدونستم آینده چه آشی برام میپزه. ولی
ولی قاعده اینه که مرد پیشنهاد ازدواج بکنه، زنم بپذیره. آقای اوکانر، من با مردی ازدواج کردم که برای شرکت تلفن کار میکرد، ولی خب عاشق راه دور شد. بله میدونم. چون شروع کرد به مسافرت و همینطور ادامه داد. حالا من حتی نمیدونم کجا رفته. سالها ازش خبری نداری. آه ببخشید، حتما با لباس آبی. قصد نداشتم از مشکلات خودم شروع بکنم. شما از خودتون بگین آقای اوکانر. امیدوارم شما مشکلی نداشته باشین. والا بنده شام؟ بله مادر. شام حاضره؟ اینطور که من میبینم رو میزه. معذرت میخوام. بذار ببینم. آه درسته، چه قشنگ. پس خواهرت کجاست؟ لورا حالش خوب نیست، میگه بهتره نیاد سر میزشان. چه مزخرفاتی. لورا، لورا عزیزم، خواهش میکنم بیا. تا تو نیایی ما نمیتونیم بشینیم پشت میز. باشه مادر. شام سرد میشه. آه بله، چه خیلی باشه. اجازه بفرمایید خانم. متشکرم آقا. آقای اوکانر. متشکرم. تامس. لورا، لورا بفرمایید. خیلی متشکرم. لورا عزیزم، همه ای ما رو منتظر نگه داشتی. لورا عزیزم، تا تو نیایی ما نمیتونیم دعای سفره رو بخونیم. لورا، خیلی معذرت، تو مریضی لورا. تام خواهرتو ببر به اتاق نشیمن. لورا برو اونجا و روی کاناپه استراحت کن. چند ساعت کنار اتاق ایستادن حالشو به هم زده. بله اینطوره. بله معمولا دختر خیلی سالمیه. بهش گفتم امشب هوا خیلی گرمه. آه بارون میاد، یه کمی بارون هوا رو خوب میکنه. بله حالا هوا هم تمیز میشه و هم خنک. هم خنک. و چیزی نیست بله، خوب میشه. خب حالا دیگه میتونیم دعا رو بخونیم. تام عزیزم، دعای سفره رو بخون. چی؟ عزیزم همیشه قبل از شروع غذا چی کار میکنیم؟ دعای سفره میخونیم نه؟ پروردگارا، برای آنچه که در این روز به ما ارزانی داشته ای تو را سپاس میگوییم. برای مراهمی که در این سالها به ما عطا کردی تو را سپاس میگوییم. آقای اوکانر، خدا میدونه از کیتالا شبی به این خوبی نداشتیم. متشکرم خانم وینکلی. خب به سلامتی چی بخوریم؟ به سلامتی جنوبی ها. جنوبی ها. خدایم شکلی به نظر تو چی شد؟ ممکنه اتکوپان شده باشه. آره ممکنه. خدای من، وقتی تاریک شد موسا کجا بود؟ چی فرمودی خانم؟ جواب اینو میدونین آقای اوکانر؟ جمعون نمی کنم بدونم. من یه جواب شنیدم ولی زیاد خوب نبود. در تاریکی. آگه ما می کنم فیوز پریده باشه. شما چی میگین؟ بله بله ممکنه. شما از فیوز و این چیزا اطلاعاتی دارین؟ یه چیزایی می دونم خانم ویکفیلد. جعبه فیوزتون کجا؟ باید جای فیوزم بدونی. بله بله. تو آشپزخونه است، نزدیک یخدان. متشکرم. مواظب باشین. به چیزی گیر نکنه. چشمم مثل چشمای جغده خانم. چی شد؟ چقدر بد میشه اگه مهمونمون صدمه ببینه. حالتون خوبه آقای اوکانر؟ بله حالم خوبه خانم. من کمکش میکنم. فیلد، اون قبض برقا که چند روز قبل بهت دادم و گفتم اختیاریش اومده، امکان داره یادت رفته باشه پولشو بدی؟ من ندادی. باید حدس میزدم. انگار یه بشقاب شکسته. نه چیز مهمی نیست. فیوزا همه سالمن. بهتر اینجا رو با نور شمع روشن کنیم. بله بهتر. اینا رو برای تزیین نگه داشتم. حالا مجبوریم بقیه شب و به سبک قرن 19 هم بگذرونیم، قبل از اینکه آقای ادیسون برق رو اختراع کنه. برای من نور شمع بهترین نور خانم. دلیلش اینه که رمانتیک هستین.
تام به خاطر بی‌توجهی در دادن پول برق باید در شستن ظرفا کمک کنم. بذار من کمک کنم خانم. نه لورا تک و تنها اونجا نشسته. چرا نمیریم پلوی اون که تنها نباشه؟ آه بله. شاید تشویقش کنی یه گیلاس شراب بخوره. شاید حالشو جا بیاره. شراب الدربریه خونگیه. فکر میکنیم بتونین هر دوشو ببرید؟ I'm Superman. Tom, you get into your apron. Yes, mother. Tom, you get Sarge in there while I clear the table. Hello, Laura. Hello. How are you feeling now? Better? Yes, thank you. Oh, this is for you. Drink it. شراب الدربری ولی مست نکنی ها. بگو شما رو کجا بذارم؟ فرق نمیکنه. اینجا روی زمین چطوره؟ خوبه؟ نه. آه بهتر یه روزنامه زیرش بذارم که نریزه روی فرش. مطمئنم که کاردینالا ناراحت نمیشن. من دوست دارم روی زمین بشینم. تو که اعتراض نداری ها؟ نه. آها بهتر از این بالش استفاده کنم. خب تو چی؟ دلت نمیخواد بشینی رو زمین؟ چرا میخوام؟ پس چرا نمیشینی؟ میشینم. بهتر یه بالش بذاری. اگه اونجا بشینی که من تو رو نمیبینم. من تو رو میبینم. میدونی این منصفانه نیست، من تو روشنایی هستم. آه حالا میتونم ببینمت. راحتی؟ متشکرم. آه منم راحتم. هیچ وقت به این راحتی نبودم. آدامس دوست داری؟ نه متشکرم. مطمئنی؟ ها بهتر خودم مشغول بشم. با اجازه تو. برادرت میگه خجالتی هستی. راست میگه لورا؟ بقیده من تو از اون دخترهای قدیمی هستی و به نظر من بهترین دختره دخترهای قدیمی هست. امیدوارم فکر نکنی زیاد خصوصی شدم. فکر کنم حالا یه دونه آدامس بخورم اگه اشکالی نداری. آه اصلا چطور پیش میره؟ من چه میدونم؟ فقط میدونم این اولین مرد جوونیه که به خواهرت معرفی کردیم و میخوام که موفقیت آمیز باشه. واقعا دلم میخواد موفقیت آمیز باشه. میدونم مادر. تام چند دفعه تا حالا گفتم که دیگه چی کار کردم؟ اسراف. میدونی احساس میکنم قبلا تو رو دیدم. به محض اینکه در رو باز کردی حس کردم قبلا دیدمت. آه چیزی نمونده بود که حتی اسمت هم یادم بیاد، ولی اسمی که نزدیک بود تو رو به اون صدا کنم اسم نبود. این بود که قبل از گفتن جلوی خودم رو گرفتم. بلو روزس نبود؟ بلو روزس. خدای من چرا؟ بلو روزس. نمیدونم چرا اصلا به فکر روزای دبیرستان نیفتادم. درست همونجا بود دبیرستان. حتی نمیدونستم تو خواهر شکسپیر هستی. هی چطور شد اسم تو رو گذاشتن بلو روزس؟ آخه من بلو روزس گرفته بودم و مدتی نیومدم مدرسه. وقتی برگشتم ازم پرسیدی کجا بودم، بهت گفتم پلوروزس گرفته بودم، ولی تو فکر کردی میگم بلوروزس. آره میدونی واقعا این عجیبه. آره درست. آه حالا یادم آمد تو همینی بودی که همیشه دیر میومدی، یادته؟ برام مشکل بود که از پله ها بالا بیام. اون موقع یه چیزی به پام میبستم که خیلی صدا میکرد. ولی من متوجه صدایی نمیشدم. صدای رد بود. من حتی متوجهم نمی شدم. من با اون صدا از وسط کلاس رد می شدم و همه تماشا می کردم چون تای کلاس می شستم. خب نباید اینقدر بهش فکر می کردم. من می دونم ولی می کردم. پس برای همین همش تو خودت بودی ها؟ من هیچ وقت تو دوست گرفتن شانس نداشتم. می بینی لورا؟ وقتی آدم با مردم معاشرت میکنه میبینه اونقدرام بد نیستن. اینا همیشه باید در نظر داشت و علاوه هر کسی مشکلاتی داره.
فکر میکنی فقط تو هستی که ناراحتی داری؟ نه اینطور نیست. به اطرافت نگاه کن، اون وقت میبینی که همه مردم ناراحتی دارن، همشون. مثلا خود من وقتی مدرسه میرفتم امیدوار بودم در این سن جلوتر از این باشم، 6 سال جلوتر از این باشم که الان هستم. یادت تو مجله مشعل در مورد من چی نوشته بودن؟ آره نوشته بودم بدون شک به هر کاری که وارد بشم موفق میشم. این عکس توی در اپرای راهزنان پنزا. راهزنان. When the former bird is still torrentora, torrentora, we uncomfort torrentora, torrentora. تو اپرا خیلی مایه گذاشتم. یادمه. خیلی قشنگ بود. نمایش دیدی؟ هر سه دفعه شو. نه. آره؟ Yes. هر سه تا نمایش رو؟ هر سه شو؟ میخواستم برنامه مو بدم که امضا کنی. خب چرا بهم نگفتی؟ چرا نیومدی بالا؟ دوستات همیشه دورتو گرفته بودن، هیچ شانسی نداشتم. اون روزا دخترها ولم نمیکردن. خیلی محبوب بودی. آره. تو دبیرستان دوستم کرده بودم. همه دوست داشتن. حتی خودتو؟ آره منم دوست داشتم. داره؟ اون برنامه رو بدونه. کمی دیر شده ولی باشه. متشکرم. درسته که حالا امضام ارزشی نداره ولی ممکنه در آینده ارزشش بیشتر بشه. میدونی ناراحت بودن یک مسئله است و ناامید بودن یه مسئله دیگه. من ناراحت هستم ولی ناامید نشدم. ببینم از امیلی مایزنباخ چه خبر؟ اون بیمغز رو بگی؟ چرا دربارش اینطور حرف میزنی؟ برای اینکه واقعا بیمغز بود. یعنی دیدی باهاش بیرون نمیری؟ حتی دیگه نمیبینمش. ولی در ستون مسائل خصوصی نوشته بود نامزدی. میدونم ولی اصلا از اون تبلیغات خوشم نیومد. حقیقت نداشت. فقط از نظر امیلی خوشبین. مادر. اگه میخوای به حرفشون گوش کنی چرا نمیری تو که بتونی راحت بشینی؟ اینجا ناراحتی؟ عجب جوون خوبی، واقعا سرشار از شادابی و سرزندگی و نشاط. خدا کنه از لورا خوشش بیاد. خیلی حیف شد سر میز داشت میافتاد. دیدی جیم چه خوب عمل کرد؟ اصلا به روی خودش نیاورد. بارون قطع شده؟ فکر میکنم. تام خیلی خوشحالم. آروم باش مادر، سعی کن صبر و حوصله داشته باشی. مادر دبیرستان رو تموم کرده ای؟ نه دیگه بر نگشتم. خب بعدش چیکار کردی؟ رفتم کالج بازرگانی ثبت نام کردم. خب اون چی شد؟ جالب نبود، مجبور شدم ولش کنم، نتونستم با بقیه پیش برم. گوش کن لورا، میدونی بقیه من اشکال کار تو چیه؟ عقده حقارت. میدونی معنیش چیه؟ یعنی احساس کسی که خودشو دست کم میگیره. من اینو درک میکنم چون خودمم داشتم، تا اینکه فن بیانو شروع کردم و به تدریج صدامو تربیت کردم. باور کن تا اون موقع به هیچ طریقی فکر نمیکردم که آدم فوق‌العاده‌ای هستم. فکر نمیکردم اصلا. یه دوستی دارم که میگه من میتونم بهتر از دکترای حرفه‌ای مردم رو روانکاوی کنم. این خیلی عالیه. البته ادعا نمیکنم نظر دوستم 100% صحیحه، ولی قدر مسلم میتونم روحیه مردم رو خوب بشناسم. مذارت میخوام لورا، شیرینش که تموم میشه درش میارم. معمولا میپیچمش توی تیشه کاغذ. میدونم چقدر بده که بچسب زیر کفش آدم. برای بقیده من مشکل اساسی تو همینه لورا، نداشتن اعتماد به نفس به عنوان یک شخص. این حرف
با توجه به چند تا از حرفای خودت میزنم و روی مشاهداتی که داشتم. مثلا ترسی که از راه رفتن توی کلاس داشتی، میبینی با خودت چه کردی؟ تو مدرسه رو ترک کردی؟ از تعلیم و تربیت خودت دست کشیدی فقط به خاطر اینکه فکر میکردی زشت را میری، در حالی که اصلا جلب توجه نمیکنی. ولی این حقیقت نداره، خودت راه رفتنم رو دیدی. تو فقط یه نقص جسمی کوچیک داری و تخیلت این نقص رو هزاران بار بزرگ کرده. یه مسئله رو شدیداً بهت توصیه میکنم، همیشه فکر کن تو مهمتر و بهتر از دیگران هستی. به اطرافت نگاه کن، چی میبینی؟ دنیایی پر از آدمای عادی، همشون متولد شدن و همشون هم یه روزی میمیرن. کمی فکر کن ببین کدومشون یه دهم امتیازات تو رو دارن، یا منو، یا اصلا هر کس دیگر رو. هیچ کدوم، باور کن. یعنی هر کسی به جهتی از بقیه بهتره؟ بعضیا به جهاتی، فقط باید ببینی از چه جهتی. مثلا خود من، علاقه شخص من به الکترودینامیکه. از همین حالا رابطه‌ای با این کار برقرار کردم و خیال دارم از پایین پایین شروع کنم و بعدش همراه با ترقی و پیشرفت علمنم به سرعت جلو برم. اطلاعات زیب، پول زیب، قدرت باو. این چرخیه که دموکراسی دور اون بنا میشه. مثل اینکه من زیادی از خودم ممنونم. نه فکر نمی کنم. اون حسابی ترقی خواهد کرد. چی؟ میره به کلاسای شبانه. آه جیم، آره واقعا دوست داره روز به روز ترقی کنه. خب تام، بهتر بود به من بین گفت. چیو؟ هر مرد جوونی که به کلاس فن بیان میره امیدواره یه روزی به پست مدیریت برسه. خیلی سیگار میکشی. مدیریت؟ آره، این برای آینده خوبه. این چیزیه که هر جوان باید وقتی برای ملاقات دختری میره به مادر دختر بگه. جدی یا غیر جدی؟ چیزی نیست که بیش از حد معمول بهش علاقمند باشی؟ به کلکسیون کارهای شیشه‌ای دارم. شیشه‌ای؟ چه جور کلکسیونی؟ نه، چیزهای تزیینی، بیشتر حیوانات. آه، این یه دونه از اوناست، اگه میل داری ببین. حتما. وای، احتیاط کن، نفس بکشی میشکنی. پس بهتره دست نزنم، من خیلی دست با چلفتیم. باشه، بهت اعتماد میکنم. عاشق نوره. خیلی خوب. میبینیم نور چطور از توش میتابه؟ آره، واقعا خوب میدرخشه. نباید استثناء قائل بشم، ولی بیشتر از همه دوستش دارم. قسم شاخ داره نه؟ ببینم، در دنیای امروز وجود ندارن درسته؟ طفلک بیچاره حتما احساس تنهایی میکنه. اگرم تنها باشه شکایتی نمی کنی. پیش بقیه اسبا که شاخ ندارن میمونه و ظاهرا خیلی خوب با هم کنار میاد. از کجا میدونی؟ تا حالا ندیدم با هم دعوا مرافع کنه. دعوا نمی کنن ها؟ خب علامت خیلی خوبیه. خب کجا بذارمش لارا؟ بذارش اونجا رومیز. همشون گهگداری تغییر منظره رو دوست دارن. وقتی خودمو میکشم سایم چقدر بزرگ میشه. نگاه کن، تمام سقف اتاقو میگیره. ببینم بارون قطع شده. آره قطع شده. هی تو پارادایز ارکستر خوبی دارن. چطوری یک کمی خودمونه تکون بدیم خانم دیگه؟ نه یه واقع. Let the rest of the world go by. نه رقص بلد نیستم. این همون حقارت و خودکمبینیه که گفتم. ولی من در تمام عمرم نرقصیدم. مرتب پود لگت میکنم. خب من که از شیشه ساخته نشدم.
بیا سعی کن، کافیه دستاتو یه کمی بالاتر بگیری. کم بالاتر؟ آها درست شد. حالا خودتو شروع کن. آره فقط همینه که مهمه، خون سرد باش. خودتو ول کن دارم. فقط خودتو ول کن. دارم یلا؟ دارم سعی میکنم. خب دیگه خون سرد باش، خودتو سر نگی. Loosen the back board. Hey, داری راه میفتی. شکست. حالا دیگه شد مثل بقیه ی اسبا. خدای من، اینو بیشتر از بقیه دوست داشتی؟ اصلا مهم نیست، شاید میبایست اینطور میشد. واقعا متاسفم لورا که من باعثش شدم. خب فکر میکنم مجبور شدن عملش کنن، حالا یه کمی جست و خیزش کم میشه، حالا پیش بقیه اسباب بیشتر احساس راحتی میکنه. خوشحالم که میبینم دوباره شوخ طبیع میکنی. حاضری بریم پارادایز برخصیم لارا؟ نه. آخه برای چی؟ آخه تا حالا رقص نرفتم. خب همین دلیل میشه که بری ببینیش. نه نمیتونم. بازم شروع کردی، گفتی رقص بلد نیستی، ولی دیدی که اینطور نیست و حالا میگی نمیتونی بیای به پارادایز. خب فقط این یه معنی داره، اینه که هنوزم میترسی. از چی؟ لزومی نداره از چیزی بترسی، این روانشناسیه. یلا لورا باید بریم بیرون، باید به خودت اعتماد پیدا کنی، منم بهت کمک بکنم. بیا بریم. پس مادر و تو هم چی؟ خودم ترتیبشو میدم. خانم وینگفیلد. آقای اوکانر. خانم وینگفیلد، من و لورا تصمیم گرفتیم بریم به دانسینگ پارادایز و برقصیم. اشکالی نداره؟ اشکالی نداره؟ آقای اوکانر، من همیشه گفتم رقص متمدن ترین راه برای آمیزش های اجتماعیه. آره حتما بریم. متشکرم. و وقتی برمیگردین یه چیزی برای خوردن آماده کردم. بازم متشکرم خانم. مادمازل وینفیلد، افتخار اولین رقص رو به بنده میدید. متشکرم. بعد از بارون همه چیز قشنگ میشه، نه؟ آره درسته. دیگه چیکار کردم مادر؟ داره میبردش رقص. ببین چقدر خوب راه میره، ببین چطوری بازوی لورا رو گرفته. دفعه بعد براش بلوز میاره، میدونم که میاره، و بعد مرتب میاد به دیدنش، بعد دعوتش میکنه به پیکنیک، پیکنیک منجر میشه به اولین بوسه و انگشتر نامزدی، بعدم کلیسا برای مراسم عقد. مادر تام، من مدت ها به امید همچی روزی بودم. تو هم همینطور پسرم، نمیخواستی برای من بگی ولی به فکرش بودی، مطمئن. میخواستی لورا رو خوشحال بکنی و حالا این کار کردیم. تا واقعیت پیدا کرده مگه نه؟ یالا نمیشه که منو صبر کنی؟ میزنم کنار. تو قشنگ با چشمات.
ولی اکثر مردم با لباشون لبخند میزنن. این اصلا معنی نداره. کارت واقعا عالیه. بشینی با استراحت کنیم باشه؟ یه چیو نمیرسیم خب؟ تو عوض شدی لورا نسبت به دبیرستان؟ نسبت به یه ساعت قبل دیگه خجالتی نیستی؟ هی عالی نمیشد که دیگه خجالتی بودن تو بیاد نمی آوردی؟ امشب پایان تمام گذشته ها میشد و از حالا فقط به این فکر می افتادی که انسان جذابی هستی؟ جدی؟ دلم میخواست روی پیست صورت تو زیر اون نورای رنگا رنگ میدیدی؟ مردم نگات میکردن و میخواستن بدونن کی هستی و من از این حقیقت مغرور بودم که همراه تو هستم. اینا همینطوری میگی؟ تا حالا کسی بهت نگفته که خوشگل هستی؟ واقعا خوشگلی و خوشگلیت با خوشگلی بقیه فرق داره. دلم میخواست خواهرم بودی. یادت میدادم اعتماد به نفس پیدا کنی. میدونی آدمای مختلف با هم فرق دارن، ولی فرق داشتن دلیل شرمنده بودن نمیشه، چون بقیه مردم هم چندان مهم نیستن. نگاهشون کن، اونا همه شون مثل هم هستن، ولی تو یکی هستی و خودتی. اونا همه جای زمین آواره هستن، ولی تو فقط اینجا هست. اونا مثل عرف هرزه هستن، ولی تو روز آبی هستی. روز آبی اصلا وجود نداره. در مورد تو وجود داره. تو خوشگل. از چه نظر خوشگل؟ از هر نظر. باور بود. چشمات قشنگه، موهات زیباست، دستات قشنگه. فکر میکنی همینطوری حرف میزنم؟ یعنی چون شام مهمون شما بودم باید مهربون باشم؟ البته میتونم این کارو بکنم، میتونم رول بازی کنم و خیلی چیزا بگم بدون اینکه اعتقادی داشته باشم، ولی جدی میگم، از روی صمیمیت میگم. یه نفر باید به تو اعتماد به نفس بده تا به جای خجالت، دور شدن و سرخ شدن به خودت افتخار کنی. I shouldn't have done that. Would you care for a cigarette? You don't smoke, do you? Oh. قرص نعنا چی؟ جیب من یه فروشگاه سیاره. نه اما چکی. پس بری؟
لیمونات 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 در سایه درست میشه، با بیل هم زده میشه، برای پیر دخترها خوشمزه میشه. من نه خانم، نشنیدم. لورا چرا اینقدر جدی نشستی؟ آخه بحث ما خیلی جدی بود خانم. خوبه، حالا بهتر آشنا شدین. شما جوانا نسبت به جوانای دوره ما خیلی جدی تر هستین. من که دختر خیلی شادی بودم. نه نه اصلا عوض نشده. خب امشب دوباره جوان شدم به خاطر این موقعیت شاد آقای اوکان. دارم چیکار میکنم؟ اجازه بدین کمکی میکنم. باشه، همین الان میرم بیرون. وقتی دو تا جوان با هم صحبت جدی دارن من میدونم جام کجاست. یادتون باشه آقای اوکانر، حالا که خونه ما رو یاد گرفتین میخوام مرتب به ما سر بزنین، نه هر چند وقت بلکه مرتب. نرید خانم بینگفیلد، راستش من دیگه مجبورم برم. هی جیم، حتما شوخی میکنی، حالا هنوز اول شبه. خب گرفتارم. خب تو یه جوان کاری هستی و باید به موقع بخوابی و به موقع بیدار بشی. خب این دفعه رو میتونی زود بری، ولی به این شرط که دفعه بعد بیشتر بمونی، خیلی بیشتر. چه شبی برات راحت تره؟ فکر میکنم برای یه مرد کاری شب یک شنبه بهترین. راستشو بخواین من دو تا ساعت شمات دار دارم خانم وینگفیلد، یکی برای صبح یکم برای شب. آه چه جوان جاه طلبی هستی، پس شبام کار میکنی. کار که نه، موضوع بتیه. بتی؟ بتی کیه؟ یه دختره خانم، دختری که با هم دوست هستیم. آه ببینم، خیلی جدیه؟ قراره دوم یک شنبه ماه ژوئن ازدواج کنیم. چه عالی. تام بهم نگفت که شما خیال دارین ازدواج کنین آقای اوکانر. تو انبار هنوز کسی از موضوع اطلاع نداره. میدونی که بچه ها چطوری هم با آدم میگن رومئو و از اینجور حرفا. بله. خب شب خیلی خوبی بود خانم وینگفیلد. حالا فهمیدم منظور از مهمون نوازی جنوبی ها چیه. چیزی نبود، اصلا چیزی نبود. امیدوارم فکر نکنی که دارم فرار میکنم، ولی قراره برم به ایستگاه و باش دنبال بتی. تا من برسم اونجا قطارم رسیده. بعضی زنها دوست ندارن کسی منتظرشون بذاره. بله، من اینجور زنها رو خیلی خوب میشناسم. خداحافظ آقای اوکانر، براتون خوشبختی و موفقیت آرزو میکنم. متشکرم. تو هم همین آرزو رو میکنی مگه نه لورا؟ درسته. بازم تشکر میکنم خانم وینگفیلد. با امید دیدار شکسپیر. خدا حافظ لورا. نصیحت خوبی رو که بهت کردم یادت نره. میخوام اینو ببری، یادگاری باشه. لارا مثل گنج ازش مواظبت میکنم. تشریف برد؟ حضرت آقا خیلی هم زود تشریف بردن تام. واقعا
آهنگ شوخی جالبی با ما کردی. منظورت چیه؟ یادت رفته بود بگی آقای اوکانر نامزد داره و به زودی ازدواج میکنه. جیم نامزد داره؟ بله الان به ما گفت. خب من خبر نداشتم. دوست تو انباره درسته؟ خب هست ولی از... خب عجیبه که تو خبر نداشتی بهترین دوستت نامزد داره و قراره ازدواج بکنه. من توی انبار فقط کار میکنم، نمیرم اونجا اخبار جمع آوری کنم. تو همیشه از همه جا بی خبری، تو رویا زندگی میکنی، تو دنیای خیالی. باور کن من نمیرم. باور میکنم تو باعث شدی ما خودمونو مسخره بکنیم. تلاش ما، تهیه دیدن ما، مخارجش، آباژور نو برای چراغا، لباس نو برای لورا و برای چی؟ شدم از بس برای هر اتفاقی که میافته منو سرزنش می‌کنی. باید میدونستی مادر، تقصیر تو هم نبودی. لورا، از رفتار تو تعجب میکنم. اصلا نمیفهمم تو چی میگی. حرف بچه های خودم رو نمیفهمم. و اما تو باید تلافی کاری رو که نسبت به خواهرت کردی جبران کنی. کجا داری میری؟ دارم میرم بیرون. درسته، نظر من مزاحم لذت‌های خودخواهانه تو بشم. برو 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 سینما. یادت دیگه، برو. خیلی خوب میرم. هر چی بیشتر از خودخواهی من حرف بزنی زودتر میرم. بعد یه سینما نمیرم. برام مهم نیست تو کجا میری. همونطور که پدرت رفت تو هم برو، بدون تو هم اموراتمون میگذره. انقدر قدرت دارم از لورا مراقبت کنم. میتونی بری به کره ما. رویایی خودخواه. نرفتم. سفر من خیلی دور و دراز بود. رد پدرم رو دنبال کردم و سعی کردم با جلو رفتن بفهمم چه چیزی در فضا گم شده. به نقاط مختلفی سفر کردم. میل داشتم متوقف بشم، اما نیروی منو به جلو می آورد. این نیرو کاملا بر من مسلط بود و غالبا غافلگیرم می کرد. شاید یک قطعه موسیقی بود یا یک تیکه بلور شفاف. ولی ناگهان دست خواهرم رو روی شونم احساس میکردم. برمیگشتم و به چشماش نگاه میکردم. آه لورا، من تو را تنها گذاشتم، ولی باور کن بیش از اونی که قصد داشتم وفادار بودم. لورا؟ بله مادر. لباستو خراب نکن عزیزم. باید خودتو برای دوست جوونت خوب و سرحال بگردی. گفتی اسم این دوست جوونت چیه؟ ریچارد. ریچارد، تا حالا ندیدم کسی اسمش ریچارد باشه و بد باشه. یه پارچ لیموناد براتون درست کردم، امیدوارم نوشیدنی قوی تری نخور. چه ساعتی قراره بیاد؟ همین حالا مادر. حالا؟ اونها شش داره از تو خیابون میاد. با کلی تأخیر، ولی چیزی که همیشه در انتظارش بودیم و براش زنده بودیم. سلام. خاطر دارمشون، مادرم و خواهرم.